شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون همراه ما هستن. خانم نوروزی، شما میدونید چرا حکومت هنرمندان سرشناس رو یکی یکی باز در واقع احضار بازداشت و بعد هم به قید وثیقه آزاد میکنه؟ حقیقتش واضحا حکومت امید داره که به این وسیله بتونه ساکتشون بکنه. در واقع در تهدیدهای اخیری هم که حکومت انجام داده در مورد تحریم جشنواره فجر، نوع در واقع به نظر میاد استراتژی که فکر میکنه میتونه بهش امید داشته باشه این هستش که تاکید بذاره روی وابستگی هایی که این هنرمندان به صورت کلی جامعه هنری متاسفانه در این سالهای استبداد پیدا کرده به حکومت، مثل مسئله کار، پروژه و غیره. روی اینها تاکید میذاره، میگه که شما اینجا کار کردید، ما وابستگی هایی داریم. امید داره که این وابستگی ها پررنگ تر باشه از میزان وفاداری جامعه هنری به انقلاب مردم. این چیزی هستش که به نظرم هنرمندان خودشون خیلی خوب متوجهش هستن. به خاطر همین هم هست که فشارها به این چیزی که در واقع شما گفتین، یعنی فقط بازداشت، احضار و بعد آزادی ختم نمیشه. ما میبینیم که حکمای سنگین دارن میدن. اتفاقی که برای خانم کاترین ریاهی افتاد و ما یه بار مرور بکنیم، در دادگاه دوربین اعتراف اجباری گذاشته بودن. یعنی اتفاقات تهدیدها و اقدامات سنگینتر و پرخشونتتری رو دارن متوجه هنرمندان میکنن. به همین خاطر همون چیزی که هنرمندان هم خودشون دارن اجرا میکنن و حواسشون بهش هست مهم هست. یک، پیوند مقاومت هنرمندان با پیوند انقلاب نباید قطع بشه، یعنی یه بدنه باید خودشونشون داده بشه، فقط یک مسئله صنفی نباید نمایش داده بشه که اینطور هم نیست تا امروز. و بعد هم در مورد حمایت از هنرمندان بازداشتی، به هر تهدیدی که متوجهشون میشه حرکت ها باید جمعی تر باشه، مثل اتفاقی که داره در مورد تحریم جشنواره فجر میفته و اتفاقاتی نیفته، مثلا مورد اخیر تنها موندن خانم کتایونی ریاهی، هنرمند دیگری که الان 10 سال حکم ممکنه بهش داده بشه. اینها نباید تنها بمونن و جامعه هنری مطمئنا حواسش به این مسائل هست. خب با این سطح از فشارهای امنیتی که شما هم به بخشش اشاره کردید، مشخصا در مورد خانم کتاین رویایی یا خانم ایلانلو که احکام سنگین براش وضع شده، وضعیت سینما و تئاتر ایران همین حالا چطوریه و تحریم هنرمندان و مردم روی برگزاری جشنواره فیلم فجر به نظرتون چقدر مؤثر بوده تا الان؟ دقیقا به خاطر اینکه تاثیر زیادی داره میذاره روی جشنواره حکومتی مثل جشنواره فجر، این تحریم ها، این اقدامات جمعی، وضعیت خود سینما و تئاتر به نظرم و وضعیت رستگاری هست. یعنی سینما و تئاتر در یک وضعیت تاریخ ساز بسیار درخشانی قرار گرفته، سینما و تئاتر ایران. امید که همین مسیر پیش بره. تاثیری که دارن میذارن فلج کردن این جشنواره است و به درستی هم دارن این کارو میکنن. سال هاست که حکومت ایران و نهادهاش، واضحا مثلا نهاد اطلاعات و نهاد و سپاه، دست گذاشت روی سینما و تئاتر. تمام پروژه ها رو تا اونجایی که تونست تصاحب کرد، گرفت، کنترل های شدید روشون انجام داد. اینها تا امروز زنده میتونستن بمونن با همین که در جشنواره ها بعضی از آثاری که کمی واقعا رنگ و بوی حرفه ای داره، کارگردانانش تونستن تا حد استقلال فکریشون رو لااقل حفظ بکنن، هم شرکت میکردن، میرفتن در جشنواره های بین المللی از سمت ایران شرکت میکردن. این داره از دست میره، این داره قطع میشه، دارن این رو پس میزنن هنرمندان، قطع میکنن در واقع این میشه گفت حتی باج هایی که داده میشد به حکومت. و نتیجهش این میشه که اتفاق خوبی هست به نظر من. الان سینما اگر جشنواره فجر برگزار بشه، به نظرم خیلی واقعا میاد به جمهوری اسلامی، یک جشنواره آشفته با کارهایی که اصلا معلوم نیست اینا رو کی ساخته، تماما پروپاگاندا، سر تا پا پروپاگاندا. یعنی حتی نتونستن یک لیست درست اعلام بکنن چه فیلم هایی داره شرکت میکنه، حتی معلوم نیست اینا رو کی انتخاب کرده. یعنی حتی لیست کسانی که نظارت داشتن برای انتخاب درست اعلام نشده. چیزی هستش که در واقع حقیقت جشنواره هستش که زیر حاکمیت چنین حکومت مستبدی باید اتفاق میافتاد. تمام این سالها با گروگان گرفتن هنرمندان و مجبور کردنشون در شرکت و مشارکت تا حدی تونسته بودن پنهانش بکنن. متشکرم از توضیحات شما شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان که از بارسلون همراه ما بودید. ممنون از شما.